پروژه امروز ما تقسیم 360 در استانبوله. این پروژه دارای 4 جنبه مهم. اولین جنبه موقعیت مکانیه. همه ما تقسیم رو میشناسیم. ما 360 رو به اون اضافه کردیم. اشاره به 360 درجه دایره و مرکز اون در وسط. یعنی پروژه ما در وسط دایره در مرکز استانبوله. جنبه دوم جنبه سبک زندگیه. این پروژه دارای کوچه های باریکی با مغازه، کافی شاپ ها و مارک های معروفه. جنبه سوم جنبه تاریخیه. خود مکان تاریخیه. ساختمان ها و بناهای اون تاریخی هستن که اکنون مرمت شدن. جنبه چهارم و آخرین جنبه سرمایه گذاری در مرکز شهر. سرمایه گذاری در مرکز شهر در طولانی مدت سرمایه گذاری سوداوریه. مراکز شهر به طور دوره‌ای با افزایش قیمت روبرو میشن. بیاید پروژه رو با هم ببینیم و نظرتون رو درباره اون به ما بگید. پروژه تقسیم 360 یک پروژه ویژه است دوستان، به واسطه نماها و ساختمان‌های تاریخی اون که بین 150 تا 200 سال قدمت داره. برخی از مرمت‌کاری‌ها به پایان رسیده و بخشی هنوز در جریانه. این پروژه از 907 واحد مسکونی و اداری تشکیل شده. دفاتر این دو ساختمان هستن که تحویل داده شده. تعداد دفاتر موجود 176 دفتره. همه به طور کامل فروخته شدن. در اینجا ما یک هتل 5 ستاره داریم. تا 3 سال دیگه تحویل داده میشه. یک شعبه از هتل زنجیره‌ای معروف خواهد بود. در اینجا ما دو بلوک مسکونی داریم که در 9 الی 10 ماه دیگه تحویل داده خواهد شد. شامل واحدهای مسکونی زیادی هستن. همچنین میتونین در اجاره برای اهداف گردشگری استفاده بشه. این پروژه یک پروژه بسیار بزرگه. تعداد زیادی بلوک و واحد مسکونی در پروژه وجود داره. این بلوک اکنون به طور کامل برای فروش باز شده و پس از 1.5 سال تحویل داده میشه. ما بلوک‌های دیگه‌ای هم داریم. این پروژه ظرف مدت 5 سال به طور کامل تحویل داده میشه. چرا اینقدر طول می‌کشه؟ چون فرایندهای ترمیم در حال انجام و اونها با کارهای ساختمانی متفاوتن. نمای این پروژه حدود 220 متر طول داره. همچنین تعداد زیادی پارکینگ زیرزمینی داریم. حدود 1000 جای پارک برای 1000 ماشین. در زیر ساختمان ها نیز مغازه داریم. با روکش های سنگی زیبا که خیابان های زیبایی رو تشکیل میده به پایان میرسه. مدیریت پروژه امور اجاره و مدیریت این مغازه ها رو انجام خواهد داد. یعنی فقط مارکای معروف و بین المللی وجود خواهد داشت. مواردی از این دست رو میتونین در استینیه، نیشانتاشی و مکان های مشابه در استانبول پیدا کنین. اکنون در یکی از خیابان‌های پروژه در قسمت مسکونی هسته. میتونید متوجه بناهای تاریخی در دو طرف خیابان بشید. برخی از اونها ساخته شدن و برخی دیگه بر اساس شرایطشون بازسازی شدن. زمین کاملا روکش سنگی شده. پشت سر من در سمت چپ یک ساختمان تاریخی وجود داره که اونها رو مرمت میکنن تا اونها رو به هتل تبدیل کنن. اکنون شاهد یک آپارتمان استانداردی یک خوابه در پروژه خواهیم بود. متراژ اون حدود 84 متر مربع، متراژ خالص اون حدود 58 متر مربع. شرکت ساختمانی هنوز این آپارتمان را آماده نکرده، اما تزئینات اون را آماده کرده. یک سالن بسیار بزرگ داریم، شامل 35 متر مربع به همراه آشپزخونه است. برای بستن آشپزخونه نیز میتونین از دکوراسیون استفاده کنید. اگه میخواید اون رو از سالن جدا کنید. این تزئینات روی دیوار تحویل داده نمیشه. اونها یه نمونه هستن. متراژ اتاق حدود 16 متر مربع. این یک فضای بزرگ برای یک آپارتمان یک خوابه است. البته همه این تزئینات و کاغذ دیواری های زیبایی که ساختن تحویل داده نمیشه. میخوام یادآوری کنم که آپارتمان های موجود دارای سیستم گرمایشی و سرمایشی مرکزی هستن.
این حمام مساحت اون 3.3 متر مربع. ظریف و شیک و از رنگ‌های متناسب با سطح زمین استفاده شده. همونطور که مشاهده میکنید، اجاق گاز و فر آشپزخونه از مارک زیمنسه. همچنین ما خود رو به روش تزئینی زیبا پنهان کردیم. علاوه بر این، ماشین ظرفشویی تحویل داده میشه که از مارک زیمنس آلمانه. میخوام یادآوری کنم که این یک آپارتمان استاندارد، اما در این حال این یک آپارتمان واقعی در پروژه است. بنابراین اون چه در طراحی، پنجره و سایر موارد در آپارتمان مشاهده میکنید واقعیه. حالا بیایید یک آپارتمان بدون دکور رو ببینیم برای دیدن دقیق تحویل آپارتمان های پروژه. این آپارتمانیه که من به شما گفتم یک آپارتمان یک خوابه. به همین ترتیب تمام و تحویل داده میشه. کمی متفاوت در گوشه قرار داره. دیوارهای اینجا جلوه دیگه ای دارن. هیچ تغییر اساسی بین آپارتمان‌های پروژه وجود نداره. بیشتر اونها بناهای تاریخیه. بنابراین این تغییرات فقط در دکوراسیون داخلی انجام میشه و برخی تغییرات غیر اساسی در مواد استفاده شده. به عنوان مثال آشپزخانه. این یک آشپزخانه کلاسیک، کابینت های آرام بند، سینک ظرفشویی مخصوصا از آلمان برای این پروژه وارد میشه. همچنین آشپزخانه اینجا توسط یک مارک بسیار خاص، یک مارک ترک ساخته شده و دارای رنگ های خوبیه با توجه به عایق استفاده شده در آپارتمان ها. اونها برای آهبندی صدا، جداسازی گرما و سرما و جلوگیری از رطوبت از برخی مواد استفاده میکنن. اینجا اتاق خوابه. مانند آپارتمان قبلی 15 یا 16 متر مربع. حمام نیز 3 متر مربع. اونها از نوع بسیار خوبی سرامیک برای زمین و دیوارها استفاده کردن. این پروژه تعداد زیادی مدل آپارتمان های یک خوابه تا 5 خوابه داره. فاز اول پروژه به زودی تحویل داده میشه. این تمام جزئیات آپارتمان های استاندارد و آماده در پروژه است. بیاید دفاتر رو هم با هم ببینیم. ما اکنون در بخش دفاتر پروژه هستیم. همونطور که مشاهده میکنید، این بخش تقریبا آماده است. در سمت چپ و راست دو ساختمان آماده با روکش های سنگی وجود داره. اونها واقعا زیبا هستن. نور در زمین و این تیرهای روشنایی در وسط باعث زیبایی هرچه بیشتر اونها میشه. ورودی دفاتر بسیار لوکسه. داشتن دفتری در منطقه مانند منطقه تقسیم برای شرکت شما یک امر بسیار مثبت و بزرگ، مخصوصا اگه یه شرکت مشارکتی باشه. ما این پروژه رو کامل دیدیم. جزئیات اون ساخت، مرمت، مدل معماری و آپارتمان هایی که به زودی تحویل داده میشن. این پروژه با همکاری شهرداری بیوغلو جوایز بین المللی را